من مثل تونی مونتانا هم دبه کشید عقب، رو بلنده های رشد بکشیدم، نه میمیرم نه برمیگردم، بهتر پشت بکشیدم. آلبوم خون خورشید ترک دوم محلکه. کاورها با هم فرق داره. ترک این کاوری که داریم میبینیم یک مغزیه که آلات جنگ درونش هست. اولین تصویری که اومد تو ذهنم اینو دیدم، یاد یه تصویری افتادم که خیلیاتون دیدین، درختی هست که یک جسم بیرونی در کنارش یا درونش بهش اصابت کرده یا نه نمیذاره این رشد بکنه و این دور اون پیچیده و رشد کرده و اون تیکم عضوی از بدنمون شده. یه عکس من دیده بودم که یک خونپاره این ریختی بود، یا یه درختی بود که از آسفالت نمیتونست بیاد بیرون و یک آهنی بالاش بود دور این پیچیده بود و اینم کرده بود تو خودش. هم اینو یادم میندازه که انگار این ذهنا انقدر جنگ زدن و اینا با همینا شکل گرفتن و موندن و شکلشون عوض شده به نوعی دیگه، یا یک آدمی که فقط هر تو هر مسئله ای دیدش جنگه، برای حل کردن هر چیزی کشتن و جنگ خون و همچی چیزی. این دوتا تصویر رو میاره توی ذهن من. بریم ترک رو با هم گوش کنیم ببینیم چجوری هست. صدا را رفتن ارتشه، رجه ارتشه. فضاسازی اینجا یه حس دلهوره و مرموزه، یک دلهوره مرموزی، نمیدونی با چی طرفی، یه همچین حسی داره بمیده. شنیدم انقدر سخن زور تهدید و خط و نشون که داره میاد گوشم خون، بزرگ نشدم تو پر قو، حریفم نشد بدون کسی، اگه شده بگو کوکو، پازلتون نمیشه جور، تیکه حاد نمیره تو خمینه میاد رو ابرو، بازی سر چیه بپیچید بهش، جدیاشون پیش ما نمیاد به چش، نمیاد به گوش قلم. فلوی اول شد دوستان شما که از اون حالت جدی بودنه میکاس و اینکه حریفم نشد کسی بگو کوکو، دلم از اولش دلمو زد یکم راست شد. تک و تیز و تنده، 20 ساله میچرخه هنوزم غلاف نشده، ابراهیمتون تبرش کنده، بگو من تنها بودیم که خراب نشده. اوه تنها بودیم که خراب نشده. البته که شاید اونا سانسورچی بودن، بوچکن نبودن و صرفا نمیخواستن مردم بوت بسازن از یه شخص این چنینی که نتونستن، ولی فلکس قویه. ابراهیمتون تبرش کنده داشتم، این چی میگم؟ تون تبرش کنده، بگو من تنها بودیم که خراب نشده، تلوم به یکی کرده کلتو گنده، بگو خنو قد قبقا به من باد نشده، هرکی میخواد بفهمه بره دوراشو بزنه، ولی آیندهشو پیش ما خراب نکنه. قلمم که خب تلوم به یکی کرده کلتو گنده، کی بادت کرده فهم کنم، ولی این یه جور حالا میگن کی گندت کرده، باد تو قبقبت انداخته فلان اینا، مثلا هندونه گاشته زیر بغلت اینا، ولی فکر کنم این فازو میده که بعضی ها دیدی حاجی میرن یه ویدیو میبینن یا حرف یکی یا همونا رو میان بلغور میکنن به اسم علم و اینه، حالا همون اونم هزار تا اشتباه داره، اینم تنها سورسی که داره اونه، یعنی تلمبه کی کرده گلتو گنده، همین ذهنیتی رو واسه من میسازه. بگو هنوز قدر قبقب من باد نشده، خودمون آره اینجوریه، هر کی میخواد بفهمه بره دوراشو بزنه، ولی آیندهشو پیش ما خراب نکنه. میتونی بری دوراتو بزنی بیای، ولی هر غلطی رو نمیتونی بکنی، ولی آیندهشو پیش ما خراب نکنه. قلمم کلاش جای گلوله ها باشد، بچه کنم ماشه خونه بدخواه ها میپاشد، بگو هرکی دلش میخواد با ما آشناش، جای ما تو کتاب های نپشت ویترین تاجر، خاطرات ما جای ما تو کتاب های نپشت ویترین تاجر، که بخواهم ما رو بفروشن و فلان و بیلیت و برنامه گذار و این داستان ها، کنسرت مجوزدار و این حرفا، اما تو کتاب ها می نویسن. یه موضوعی که هست این اپیدمی خشونت در رپ فارسی، که البته هممون خیلی خشن شدیم و اصولا هر گونه هنری تو اون تایم زمانی یه جورای آینه حال و هوای اون موقع اجتماع سیگه، کاور آهنگ هم اتفاقا دیدیم میتونه یه همچین معنایی هم داشته باشه. بهرام هم خون می پاچونه، البته با کلماتش، تو کتابای نپشت ویترین تاجر، خاطرات ماه که هنوزم تو خیابونای، بلیت ماها رو نمیفروشن پشت باشه، میگی مرشی بخوایم راجع بده میشی فاکت، برام فرقی نداره رو سر تمام یا تاجر زندگی فرقی نداره داداش، عمامه یا تاج، هر گونه کسی که به صورت شخصیت بخواد بیاد اون بالا و امر و نهی بکنه و هر چیزی. اوکی
زندگی چیه جز تو دوست قضا و سفر خوب که اونم گرفتن از امون رفیقامونم زدن پشت روم گذاشت از سر سو نشون میدم به همه دندو دستم میبرم بالا اکوه با مال راهای دور مقصدم همیشه نامعلوم خدای راست میگه زندگی چیه جز دوتا دوست قضا و سفر خوب که اونم گرفتن از امون اوج خوشی ها خدای همینا یعنی تو اوج قله موفقیتم برسی و اینا اگه یه کسی همش که باش تقسیم کنی سر سفره با هم بشینید یه فیلمی با هم ببینید یه جایی با هم برید چهار تا خاطره بگی تعریف کنی واسش معنا نداره ببینید چی دارم میگم همون هم گرفتن از زمون رفیقامون زدن از پشت روم گذاشتن از سر سو نشون میدم به همه دندونه یه کسی دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم واقعا بشین دندونه همیشه هست دستان میرن بالا از کوه پام مال راهای دور یعنی کوه هم همچی مسیر دوری نی؟ زدم همیشه نامعلوم عمرمون رفت به قرولون گذشت به جست و جو ولی نکشیدیم زیر و رو نکشیدیم زیر و رو زندگی متوف میکنم تو روی رفیقای خاین دشمنای بی وجود حکومت فاس جامعه بیشعور متنفرم دروازه الان میان در تراس واسه اوکی میگه که عمرمون رفت به قرولون گذشت به جست و جو ولی نکشیدیم زیر و رو همیشه رو بودیم زیر کسی رو نزدیم مسیر خودمون رفتیم مشخصه زندگیمو توف میکنم تو روی رفیقای خائن دشمنای بی وجود حکومت فاسد جامعه بی شعور متنفرم از همتون که بد میگه نشنیدیم پایتم بیا با هم توف کنیم روی رفیقای خائن دشمنای بی وجود حکومت فاسد جامعه بی شعور متنفرم از همتون که یک شهری ساختیم که مظهر ظلمه روزی نیست که زندگیمونو حراج نکنه هر گوی میخوریم اما شرمه زنده نمیمونه کسی که خلاف نکنه دمه متنفرم از همه تون که یک کشور ساختیم که مظهر ظلمه روزی نیست که زندگیمونو حراج نکنه هر گوهی میخوریم همش جرمه زنده نمیمونه کسی که خلاف نکنه نفس کشیدن هم جرمه میبینی چجوری داره میگه یعنی اون اعمالی که اون تو ویدیو قبلی گفتم تبلیغه آب و هوا اینا هم گفتم که حقمون اونا هم اصلا چیجی اینترنت جرمه این جرمه را بریم جرمه میخوام لباس هرچی دوست دارم بپوشم جرمه میخوام شعر بخونم جرمه میخوام کنسرت بذارم جرمه چی اصلا میخوام با رفیقم برم کافه دو روز دیگه جرمه عجیب والا بابا بی خیال زنده نمیمونه کسی که خلاف نکنه اون منظور رو نداره ها عدید اونا داره میگه ببین چی میگم خوریم ما شرمه زنده نمیمونه کسی که خلاف نکنه دم هجده ها پر جسد گربه حکمی نمونه که قاضیتون برامون نبره توی بدنامون پر شده ترکش سربت انگور خشممون هنوز شراب نشده ما موندیم و کلی دروغ و غرور کاذب کلی دست پشت پرده کاسه زیر نیم کاسه من فرزند فرهنگ مسمومتون نیستم من مادرم قصه است پدرم آوازه این یه جنگ بین حاجی فلور رو بنازم کلماتو بگیر دم هجله ها پر از جسد گربه حکمی نمونده که قاضیتون برامون نبوره هر گوهی رو بستم به ما تو بدنمون پر شده از سرکش سربت این تیر میرایی که زدی و سربش و اینا انگور خشممون هنوز شراب نشده داداشین هنوز اولاشه دونایی که کاشیم تازه اندازه شیویدن فکر نکنه حقوق میگیرم ما موندیم و کلی دروغ و غرور کاذب کلی دست پشت پرده کاسه زیر نیم کاسه این فقط اون بالایا نیستن ها یه سری آدم هم زیر بیر هستن که اونا هم حالا فکر نکنه حقوق میگیرن ولی دستور بالا میگیرن نمیگم هیچ کسا مثال دارم میزنم که این میشست ببینید چی دارم بهت میگم اوکی من فرزند فرهنگ مسمومتون نیستم مادرم قصه است پدرم آوازه متوجه چی میگم من که نمیگم برام میاد کاسه زیر نیم کاسه من فرزند فرهنگ مسمومتون نیستم من مادرم قصه است پدرم آوازه این یه جنگ بین من و عقاید مردم من که از اولم گفتم بگو باورم کنن اینا نمیخوان بفهمن من چی میگم میگم پیچیدم هلش و پاسو بردا هر رو دومم جایی اوه 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 آجی چقدر دوست دارم این فرم بهرامو این یه جنگ بین من و عقاید مردمم بهرام قدیم آهنگ دلنوش یه آهنگی که باعث شد بعدن هر کی اونجوری مینویسه بهش بگه دلنوش یه سبکی تو ذهن خیلیا ساخت یک ساب ژانری ساختی همه گفت دلنوش اینجوری مینویسی اسمش دلنوش خلاصه اونجا گفته بود جالب اینجاست که اشاره میکنه میگه من که از اولم گفتم من اون موقع هم گفتم این یه جنگ بین من و عقاید مردمم بگو باورم کنن داداش همینه ما گفتیم از اول همینه داداش مشخص مسیر اینا نمیخوام بفهمن من چی میگم میگن پیچیدم معلومه چی داره اینو نمیخوام من پیچیده است بعضی جا ولی یزید پیچیده ای هل نشو پاتو بردار رو دوم میور میاره گاز میگیری یا میدرمت پارت میکنم هل نشو پاتو بردار رو دوم جایی که ما باشیم میگه بوی خونه تازه قلندر بیداره هنوز شبمون درازه آدمایی مثل ما تو جامعه زیاده که شعرمون هنوز واسه شون هویت میسازه خاطرات ماه که هنوزم تو خیابونه
قلم ماها رو نمیشکونه زور ظالم، برقمون نمیشه تو دستتون مچاله، تا نیمدم سر وقتت خودت برو پی کارت، یه خشم کهنه زیر پوست. قبل از سورنا اولا که دقت میکنین اون جاهایی که بهرام میخواد اوج بگیره و خشم تو صداش بیت چجوری همراهیش میکنه، لاین اضافه میشه، بنازم چقدر اینو خوشگل بردن جلو. حالا میگه که جایی که ما باشیم میاد بوی خون تازه آدم کشیم، خون ریختیم، پای یه سری هم هست که قبلا رو دومش بوده، پس تو یه پا رو دومش نزار. قلندر بیداره هنوز، شب درازه، که یک مثال قدیمی و مشخصه. آدمای مثل ما تو جامعه زیاده که شعرمون هنوز واسه شون هویت میسازه. تنها نیستیم، از ویوهای همین آلبوم هم میشه فهمید که تو یک ساعت اوریج ویو 40K تو ساندکلاد داره و ترک اول 70K. و خاطرات مایی که هنوزم تو خیابونه مونده اونجا دیگه، ثبت شده تو اون خیابونه و یا شاید از ما حرف میزنن اونجا، خاطراتمون رو با هم تعریف میکنن و اینا. اینجوری قلم ماها رو نمیشکنه زور ظالم معلومه، ورقاب نمیشه تو دستم و چاله بازم معلومه، تا نیومدم سر وقتت خودت برو پی کارت، برو پانشم بیام، برو. ببینیم سورنا چی کار میخواست بکنه. نیمدم سر وقتت خودت برو پی کارت، یه خشم کهنه زیر پوست زمان، یه هروین لخته تو مغز همه، من انو قلبم میزنه، چیزی نمونده که از دست بدمش. میگم یه خشم کهنه زیر پوست زمان که هروین لخت تو مغز همه، حالی به هولیت میکنه آن اون خشم کهنه زیر پوست زمان، من انو قلبم میزنه، چیزی نمونده که از دست بدمش. من هیچم، هیچ وقت هیچو از هیچی نترسون. علی سورنا. منوز از کسی بخپه من بگرده، سفت و محکم رو به جریان مرگ، ترافیک لاش خورد دونه دونه کم میشه، این جریان تازه همه رو رنده کرده، پس از تاریخ بپرسید نه از بردکار. دنبال تاریخ بگردید تو دست و پای زخمی آهنگای ما، دنبال تاریخ بگردید. اوکی حاجی بنازم. میدونی پاز بزنم الان اینو بهش اشاره کنیم، جا داره. این اشاراتی که آرتیست‌ها توی ترکاشون میکنن، توی مثلا میبینی 15 سال گذشته و طرف داره اونو میگه استفاده میکنه، اینا همچین اینجوری نیست که بگیم حالا صرفا اومده یا خواسته مثلا یه رفرنس بزنه به کار خودش. این نشون میده که از اون موقع میدونسته داره چی کار میکنه. میدونی چی دارم میگم؟ مسیر از اون موقع روشن بوده. این جذابه. از دست بدمش میگم، بنوز از کسی بخپه من بگرده، سفت و محکم رو به جریان مرگ، ترافیک لاش خورد دونه دونه کم میشه، این جریان تازه همه رو رنده کرده، پس از تاریخ بپرسید نه از بردگانه، برده داره ترسوی صحنه، ما زنده بودیم و همین بس بود که دلیل محکم مرگ، رانه رو رو پنجه لا جسدهای خواب، با کن تو مقصد مبارز سخته. سفت و محکم رو به جریان مرگ، سر جام هستم، میدونم تاشم ممکنه مرگ باشه، حالا هر چیز سفت و محکم جا، ترافیک لاشخورا دونه دونه کم میشه، دونه دونه از صف اینا داره کم میشه، حالا یا ما داریم میکشیمشون یا میان لشکرشون جاشو عوض میکنن، سویت سایت میکنن. اون جریان تازه همه رو رنده کرده، پس از تاریخ بپرسید نه از بردگان برده دار ترسوی سر. اونایی که تاریخو مینویسن تحریف میکنن و اونایی که دارن اینا نقل قول میکنن نه، که مثلا میان برای مثال ببین زمانی که یهو یک انقلابی یه جه شکل میگیره و اون دیگه قدرت میفته دستشون، یه چیزای دیگه تعریف میکنن از اون قدیم که اونجوری نبوده. متوجهی؟ ما زنده بودیم و همین بس بود که دلیل محکم مرگ شه. دووم مردیم اینجا حاجی. زنده همین دلیل محکم مرگه. راه نرو رو پنجه لا جسدای خواب. چرا لا پنجه رو پنجه را میرن وقتی یه سری خوابن؟ برای اینکه بیدار نشن. و این میگه لا اینا نرو. اصلا مثلا پاشن. میدونی چی میگم؟ اینجوری رو پنجه لا اینا را نرو. بکن تو مغزت مبارزه سخته. حالا میتونه منظور دیگه هم داشته باشه، لابلا مثلا تو استوری و اینور اونور فاز جنگ نداشته باش بین اینا، ولی تو صحنه حضور نداشته باش اونجا که اینا هستن، تو هم همسو باش یا نخوای خوابشون رو بپرونی. میگه یعنی صحنه جنگی جورایی فقط اینجوری نیست که بری اونجا یا فلان رو همین آدمای این لاشخورای خواب دورت تاثیر بذاری و اینا. لا اونا اینجوری رو پنجره نرو. میگیری چی میگم؟ میگیری مطمئنم میگیری دیگه، بهت زن نمیدن ولی خودتو میگیری. حالا کن تو مقصد مبارزه سخته، به این جمع کسی دعوتت نکرده، به جنگ با جنگش، به رقص با رقصش، من کافرم که نمیمال زود، بده منو به تاب ناملو، زوزه میدم به گرگای لخت، با شعر قلادتو توف کن مونده اگه انو وسط راینو، سگی سازمانی بیا بگی پاچمو، جوری به تو میکوبم این چرک، بزنه تو سوراخ دماغتو مفلو سیرک. اوکی خب، بکن تو مغزت مبارزه سخته، به این جنگ کسی دعوتت نکرده، به جنگ با جنگش،
برقص و رقصش. اینجا یکم عجیب شد، میگه من کفرم که نمیمال زهد، بده منو به توبه نامه لو. زهد رو سرچ کردم، دو تا معنی اینجا در کلات کلی داره مینویسه. این واژه در اصطلاح عرفا دل نبستن و عدم وابستگی و عدم گرایش قلبی انسان به چیزی است. به عبارت دیگر زهد یعنی روی گردانیدن از دنیا برای آخرت و از غیر خداوند دل بریدن. اوکی، من کفرم که نمیمال زهد، یعنی شاید از این چیزا برای اونور. حالا این معنی زهد رو بذارید خودتون، این نمیماله زهده که من کفره که خودش معلومه چیه دیگه، کفرم. نمیماله زهدش اینجا فکر میکنم همین معنی دومی زهده که ما اینجا دستگیرمون شد اینجوریه که از این دنیا دل نمیکنم، شاید برای اونور ها. پس بده برای به تو به نامه لو، یا همون جنگله که بود درختاش همو به تبر میفروختم، به اون تبره منو لو بده، من این مدلی هم. زوزه میدم به گرگ های لخت با شعر، صدای گرگ ها میشم. دیدین شعر بعضی از آهنگ ها مثل آهنگ آل رایت جناب آقای کندریک لامار که شعار سیاسی میشن و اینا، همچون حالتی. قلادت رو توف کن مونده یه هنو واسد راه نو، توف اینجا دیگه باید توف باشه دیگه، بنده اینو دور اگه راه نوعی هست هنوز میتونی برگردی و اینا. سگ سازمانی بیا بگیر پاچم و جوری میکوبم که چرک بزند تو سوراخ دماغتون با فلو. اگه پاچم ها جوری به تو میکوبم چرک بزند تو سوراخ دماغتون با فلو. سیرک سال با تمشی که جرگ توی ایدئولوژی ها میده فرمت، هیپا تا عبد جرمه تو دنیایی که کلی پلیس ریخت پشتش. بده بره سینه به سرخی ما که خلافکاریم بزو گیر بده عرف. این ارشاد یک گرگ تو میشه جلوت بنن روی شیر تومه میده تلوت. پس حیوت شیر رو میبینی تلو میگه که او حاجی حاجی، میگن بعضی بودم گفتن از اون ور دارید چیز میگید، داره کف ایران میگه علی سورنا. خب سیرک صلح با طعم شیک جرم که توی ایدئولوژی ها میده فرم بت، هیپ هاپ تا ابد جرمه تو دنیایی که کلی پلیس ریخته پوشش. اینجا کامل میاد ایدئولوژیشو راجع به هیپ هاپ تعریف میکنه که همون موسیقیه که باید از حقیقت بگه و مشکلات اجتماع اینا، برای همین میگه جرمه، چون تو وقتی میای بعضی از حقایق راجع به پلیس ها و فلان و اینا میگی جرمه دیگه. متوجه چی دارم میگم؟ ولی اینجاش این تعریفش خیلی باحاله، سیرک صلح با طعم شیک جرم توی ایدئولوژی ها میده فرم بد. اینجا والود بده بره سینه به سرخی ما که خلافکاریم بذار گیر بده عرف. ماجی یزید تو علی سورنا، این ارشاد یه گرگه، من هنوز یه شیر تومه. ماجی بنازم پس هم قبلم به جرمه، هنوز هم زنده هم به تخمه، باد پشتم و غریبم به کشورم، من اصلا قانونتون رو ندیدم که بشکنم با زندگیم یه ارکستر رو سازم این حراسش. حاجی اینو خیلی باحال گفته. ببین خب بذار از اینجا بریم، میگه هم قبلم به جرمم، هنوز زندم به تخمم، باد پشتم و غریبم به کشور، من اصلا قانونتون رو ندیدم که بشکنم. این قابلیت اینو داره که خیلی توییت بشه، خیلی استوری بشه و حتی سردر بایو پیج بعضی از دوستان قرار بگیرم. من اصلا قانوناتون رو ندیدم که بشکنم، قانونتون رو ندیدم که بشکنم با زندگیم یه ارکستر رو سازم این حراسش. کشتن پدر بالاترین فرازش، فال سدم گام عشق و گمراه تر از پیش، نبض و گم کردم افتادم از ریت و سطح این زمین تار و شرارت بی انتهای قلب منطقه و توی خواه ما تو اوج حل درد و مسئله، چه میفهمی از قانون و جرم حمل هنجره اینو. چه میفهمی از این که آقا ما اینو داریم حمل میکنیم، حرف میزنیم خالی میکنیم این تو، این جرمه داشتنش، چی میفهمی تو از چی میگی؟ زندگیم یه ارکستر و سازم این حراسش، کشتن پدر بالاترین فرازش، فالش زدم گام عشق و گمراه تر از پیش، نبض و گم کردم افتادم از ریت. حاجی چقدر اینا رو خوب کرد تو همین عشق به موزیکش اصلا. حاجی بنازم این وجود زنده بودنش که با این زندگیه، یه زندگی دوباره است اون شعری که ازت باقیه. فالش زدم گام عشق و گمراه تر از پیش، نبض و گم کردم افتادم از ریت. حاجی چی کار کردین؟ نرم اول توج درد طبقه با کشت و کشت نشی توی قلب محلکه، به جرم درد به جرم رس به جرم فق بلاخره، یه گوش کنج بند بشین و زل بزن به پنجره، دکور ردر بره شیر مرده بعد حلقه رخص ما جا خالی تیر توی سنگره. زندگی سخته هم با بعد هر دفعه به خودم میگم باید به جنگی وسط جنگله سندون تحصیر با کشت و کشت نشی توی قلب محلکه،
به جرم درد، به جرم رقص، به جرم فقر، بالاخره یه گوشه کنج بند بشین و زل بزن به پنجره. دکور رعد، عربده، شیر مرده بعد حلقه، رقص ما جا خالی تیر توی سنگره. زندگی سخته اما بعد هر دفعه به خودم میگم باید بجنگی وسط این جنگل. این یه تیکر رو من فکر کنم عرودشم خودم اشتباه خوندم. دکور رعد عربده شیر مرده بعد حلقه، یا دکور رعد عربده شیر مرده بعد حلقه. مدلی که اسپیس زده بعضی جاها اشتباه نمیشه، روزه و اینا رو حالا لیریک زیاده، ولی دکور رعد عربده شیر مرده بعد حلقه، اون حلقه آتیشه که توش میپرن سیرکه که بود اونجوری داستان. دکور رعد عربده شیر مرده بعد حلقه، رقص ما جا خالی تیر توی سنگره. بعضی این خیلی تصویر عجیب و دارکیه، رقص ما جا خالی تیر توی سنگره. میداری تیرها رو اینجوری جا خالی میدی با سرعت. خیلی تصویر بچگانه یا، ولی خیلی تصویره، یعنی این تصویری که من دارم بیان میکنم خیلی تصویر بچگانه، نه اون چیزی که سورنا داره میگه، ولی خیلی دار که زندگی سخته اما بعد هر دفعه به خودم میگم باید به جنگی وسط جنگله. سندون ده زیر خبر پر از رشه، ادبیات ما فقط توف لحظه است، تا میله ها زنده باشه ما به عکسش درخت میکشیم از قلب دفتر شکسته. مهم نی قلب هامو زخمه، مهم بودن این انتخاب جبره، پر کن از آقا رو به زخمه که حضور ما ترکیب آهن و درخته. حضور ما ترکیب آهن و درخته، اون تصویری که از کاور اون اول گفتم، یک تعریف به شکل خود سورنا راجب این. خیلی دارک شد. تو سلول درف زیر خبر پر از رشه، ادبیات ما توقف لحظه است، تا میله ها زنده باشه ما به عکسش درخت میکشیم از قلب دفتر شکسته. مهم نیست قلبامون زخمه، مهم بودن این انتخاب جبره. این تصمیم رو باید بگیریم و مهمه این تصمیم، این خودش جبره. پر کن از ساغر و به زخمت که حضور ما ترکیب آهن و درخت. حاجی وای چقدر رای ما تمیز بود و فقط جمله قافیه نبود خیلی جا، با اینکه محتوای گندهی هم داشت، محتوای خوبی هم داشت، جمله قافیه نبود، وسط بارها هم قافیه ها رو میدیدی شکل داده بود. این یکی از هنرهای سورناست که خیلی از دوستان رپرها بدی نیستن، ولی نه فلو خیلی چفتی دارن، نه قافیه خیلی چفتی دارن، نه راجب چیز خاصی میخونن و تکرار و تکرار و تکرار، اینشون هم تمیز نیست. حالا من یه صحبتی برای اونا دارم، میام میگم فلانی و فلانی و فلانی فقط سیاسی میخونه. یه کانسپت رو انتخاب کردم بنا به دلایلی، رو اون دارم مینویسم با های مختلف، قافیه های تمیز، پانچلاین خوشگل و ادبیات غنی. چطور این میشه بعد که انقدر لحاظ ادبی قویه و چقدر خیلی جاها سخته که شما یه کانسپت تکراری داری اما از دیدهای مختلف و سناریوهای مختلف این تو بتونی متن تو بگی. این خودش یه سختی زیادی داره که در کنارش ادبی هم غنی باشی، فرمت هم خوشگل باشه، از اون فرم رپی که قافیه و سیلاب و فلان و بهمان و اینا تمیز باشه. اون دوستی که صبح زور شب داره میگه کشتمت زدم رفتم، قافیه هاش چفت نیست، پانچلاین نداره، کانسپت نداره، سناریو نداره، چجوری اون خوب میشه این بد میشه؟ خب داریم راجبه تکراره که تکرار موضوع صحبت میکنیم که خب یکیه، باز این خلاقیت توش از اون نیست، این ادبیاتش قویه اون نیست، فرم رپش قویه اون نیست، لیریکش قویه اون نیست، در حالت کلی جفتش باید تمیز باشه. ولی تو این شرایط ایران و این شرایط موسیقی رپ فارسی این به اون میچربه. چرا؟ برای اینکه تکمیل تره، برای اینکه خلاق تره، برای اینکه غنی تره، در صورتی که اون ضعف هم هست، ولی اون ضعف اونور هم هست. اگر اونور نبود و اونها هم در حال گشتن دنبال سناریوهای مختلف و اینا بودن فرق میکرد. آره ما گم شدیم و هول و هوش یه سری موضوعی داریم پاسکاری میشیم، مسئله هست. اما اینکه میگم سناریو بچینی از دیدهای مختلف، مسئله همونه. یه بار میاد مثلا فدایی بیمارستان ده شست رو میده، سورنا میاد ناخود و جلال رو میده، داستان مینویسه با کرکتر، مثل فیلم سینمایی و لحاظ ادبی فرم رپی کامل و زیباست، نمیتونی بگی قافیه شیک نیست. حالا اون یکی که داره میگه زدم خوردم کشتم بردم اینا دورم همه به قافیه که هیچ، پانچلاینم که چی کار میکنه، سناریو که هیچی اصلا، چجوری اون خوب میشه این بد میشه؟ چون فهم میتونی باش هد بزنی یا نه، چون بیتش کپیه یه جا دیگه است، سبکی که تازه مثلا ترند شده یا نه، دو سال پیش تو دنیا ترند شده الان اینا یاد گرفتن، نمیفهمم. تا
مشترک جالبی بود. اینجا سورنا بهتر از بهرام عمل کرد. اون قسمتی که بهرام دوبارم اومد سراغش و آهنگم با اون شروع میشد و اون حالت دلیوری و فلوش، اونو من دوست داشتم. سورنا کمی دلنشین‌تر از بهرام بود، اما کاملا عاشق اون پیامی که داشتن میدادن، اون حرفی که توصیف این ماجرا که داشتن میکردن شدم و عشق کردم. بنازم تو قبلی هم گفتم، ویدیو قبلی، که چرا با همچه آهنگ تلخی اینجوری میشی؟ چون ارضا میشم وقتی سیلابا تمیزه. بنازم دمشون گرم، برو بریم برای ترک بعدی. سی و سون.